به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه روشم دون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. به فیردا عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوون، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزده و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد، آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. سال نو مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشین. به نام خدا. بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. تعطیله، تو روز تعطیل عده بیرون میرن، عده هم توی خونه میمونن. اونایی که میرن بیرون، میرن اطراف، میرن پارک، بریم. میرن نکن دیگه، بریم. میرن یه جایی برای گردش، بله. سفر میرن، بله؟ آه، گردش. شما آماده شدی کجا بریم؟ میخواییم بریم برای نابودی طبیعت. نابودی طبیعت که نه، میخوام بریم یه جایی در طبیعت تاب بشینیم. تاب درختی بازی کنیم. تاب درختی اگه درختش خوب باشه، قوی باشه. یه چوب دارم فسقلی کوچولو مچوله آبیه میزنم به در صدا میده، نمیدونی تو کجا میره عزیزم. بچه یه فامیل دوره به حرف افتاده. بچه فامیل شما اولین بار داری با ما میای، باید پیش ما باشه، نباید دستتو ول بکنی بری. آفرین آفرین. بچه‌هایی که نه 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 آماده است. بله بله، تو نگاه کن، توپه انجام تیکه، توپه بزرگ داره، وسطی دست لشته. بلدین؟ بلدین بازی بکنی؟ بله پچی، بچه ها بازی بلدن. آفرین. بقیه کوچه بابا جان بیا. بچه ها کهو دارم کهو، دل بیقرارم کهو، روزی که کهو نداشتم نیمه خوش داشتم، چه روزگاری داشتم. آماده ای بریم گردش؟ امروز دیگه میخوام کهو بخورم. بله میتونیم بخوریم همه چی. سلام سلام سلام، بوته قایم تو سماور بکنم یا نکنم؟ میخوای بکن میخوای نکن؟ چایی از بحر شما توی طبیعت دم بکنم یا نکنم؟ میخوای بکن میخوای نکن؟ آقای میخوام چای هیزومی براتون دم کنم، چای از بهترین ها. چای هیزومی هم خوبه. چیه؟ خوبی؟ خوبی؟ یه باش عزیزم خوبه که خوبی. چرا اینجوری میاد؟ اینگه عجله داشتم، اینگه فرشم از داشتم. خوبه، بزرگه، خوبه. خوبه، فقط جایی که میریم آتش روشن میکنیم میذاره مواظب باشیم، بعد حتما خاموشش بکنیم. دیبی؟ 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 دیبی کجایی؟ بیا دیگه دیبی. دیبی هم اومد. خدا بید خالی، محتابی با خودم نیاوردم. ببینید این برعکس حرف میزنه. میخوایم بریم کجا؟ نریم طبیعت. میخوایم بریم طبیعت. نباید مراقب طبیعت باشیم. میگه باید مراقب طبیعت باشی. باید گند بزنیم به طبیعت. باید تمیز نگهش داریم. باید پلاستیک بریزیم تو طبیعت. I agree. My brother flower. My brother flower. داداش گل. داداش گل هم با ما داره میاد. داداش گل. آقا دوباره هم باشید. آقا شما آماده این؟ خوبی گل. آقا مگیری؟ بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. فامیل دورم که آماده. صد زور به ایزارا. هر روز دا نورو. نورو دا بیرو. بله. چجوری بودم؟ بله بله.
شما آماده ای بریم؟ چی شده؟ آماده ای بریم؟ برا آقا مهیری من میخواستم رندم در ببینم که همه چیز هره. یه نفر اومده با شما کار داره، یه پیک موتوری هست، یه بسته برای شما آورده. بسته برای من؟ بگم بیا تو. خب بله بگو بیا. برا بذار میخوای من بیام بگیرم؟ نه 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 بذار من صداش بکنم آقای مهیری. دوست داره که بیاد شخصا حضورا خدمت شما تقدیم بکنه. بچه یه لحظه ببخشید و میریم الان بیرون. ببخشید من رو صداش میگردن. یکی از چیزی فرستاده شاید برای ما. احمد بیا. گوشم کور شد. احمد بیا. احمد بیا. پیک احمد بیا. بچه ها پیک موتوری کسیه که مثلا یه بسته نامه چیزی رو از با موتور از جایی به جایی میبره میرسونه. نفهمیدم. پیک موتوری آقا سلام علیکم. اجازه بدید من این کلا رو در بیارم. فرض میکنم آقا مهیر من فکر کنم جونور میشن کاسکت میذارن. حواستون باید باشه که اگه سوار موتور اینا میشی من فکر میکنم یا جوجه است یا خرگوش. همینجوری ور داره. آقا چیه با صفایی دارید؟ بی بی صفایی. به 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 ببخشید اینو کیه؟ اینو کی فرستاده؟ اینو بابای گیگیلی. بابای گیگیلی فرست دوست منه. بابای گیگی چی هست؟ خود گیگیلی. چی شده؟ خود گیگیلی؟ بله بله گیگیلی تو جعبه؟ گیگیلی باکس گیگیلی رسیدی. آفه کنم خوابیده باز گیگیلی. بله او بیا بله گیگیلی دوست کلا قرمزیه که میاد یکم هم آروم زهلا گیگیلی عید شما مبارک باشه. عید تو هم مبارک باشه. سلام گیگیلی. هپی نیو ایر گیگیلی. اومده دیدی گیگیلی؟ آره دیدم. خوش آمدی گیگیلی. بچه ها کیا گیگیلی رو نمیشناسن؟ کدوم ها میشناسیم؟ شما نمیشناسید؟ کیا نمیشناسن؟ میگه نمیشناسم آقای ماجی. دیبیه. دیبیه؟ من اون نمیشناسم. آه اون نمیشناسم. چقدرم تو حرف میزنه خاله. خیلی فرزی. بله 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 بله. خیلی ممنون. همیشه با آژانس میومد. آقا دیگه آژانس با اینا کار نمیکنه آقا. چرا؟ الان یه ساله که من در خدمت اینام دیگه. میدونم مالا آره. چرا کار نمی کنم؟ چون که خود آهستن این آژانس های ما تا بیان اینا رو سوار کنن اینا آهستن. از بالا تو خونهشون بیان پایین و در رو باز کنن و بشینن تو اصلا داستانی آقا طول میکشه برای همه اصلا براشون نمیصرفه کار کنن آقا. ولی شما مثل این خیلی صبوری. من آره من یه سالیه چون آقا پول خوبی میدن آره. آره. ما یه موتوری داریم بالاخره یه سالی هستش که این ور اونور میبریمش. راستی چی شد؟ ازدواج کرد خواهرتون؟ آره خوش گذشت. آره ازدواج کرد؟ ازدواج کرده. آقا ازدواجش رو که دیگه مبارک تبلد عروسی نی نی نی. چی شده بوده؟ آقا این ازدواجشون هم برای خودش داستانیه. اینا باباشون یه سال این محله رو چراغون کردن. آره گیگیلی؟ بله چراغونی. بعد از یه سال آقا به اینا میگیم آقا بیان این چراغونی رو بردارین از اینجا بس دیگه. میگه عالمیان بابای بد و درام بردی. یکم آروم هستم بعدای بابای خودش کده. Everybody listen and repeat. Giggly. 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 بچه‌ها همین گیگیلی رو که شما اینجوری دارین این حرفا میزنید این همه چیزای کامپیوتر رو بلده. بله اینقدر با استعداده ای. درست میگم؟ بله بله چه اینقدر فرزی. خب ما میخواییم بریم میخواستیم بریم بیرون. گیگیلی با ما میای بریم بیرون؟ بعد باید فوری برگرده. بله این سپرده دست هم بس سریع برگرد. این باباش گفته که سریع برگرد. یه سر بزن و برگرد. یه سریع بزن که آخه ما داشته میرفت. میخواین شما ماما بیایم بریم بیرون؟ نه دیگه من مزاحم شما نمیشم. بعدش هم تا اینو من یعنی طول میکشه دیگه این تا بخواد باباش از اون بالا بیاد و اینو تحویل بگیره و ببره با خودش نصف روزی حداقل. حالا دستون خسته میشه بذارید؟ نه 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 عادت دارم دیگه تو یه ساله دیگه عادت کردم. بس همیشه پیش خودم باشه. پس کی میریم امو؟ بچه‌ها بله. شماها با فامیل دور قشنگ با عزیزم ببخشید برید
اونجایی که قرار بود بریم بگردید. من اونجا میمونم با کلا قرمزی با جیبی. نمیتونیم دیگه بریم. نه نه من گیلی میخوام. آقای بجری خب تو هم بمون که گیلی ببایی هم میمونه. شما خواهیم جیم من ای احمد میخوام که شما احمد خب تو هم بمون. خب احمد آقا ما نمیاد. احمد آقا میگه نمیام. من و فامیل تنها بریم. شما دوتا برید. شما چند نفر برید دیگه. آقا این من یه پیشنهاد بدم. بله من میگم که احمد آقا که تو اینجا اومده گیگیری هم که هست میگم چه کاری که بریم تو این ترافیک بریم بیرون. یه رقمه حیات اینجا داریم دور هم دیگه با هم دیگه تو چای میخوری دیگه. اگه من میمونم. منم میمونم. منم میمونم. منم میمونم. خیلی به خاطر گیگیری ها همه این چیزا. به خاطر توه. خیلی ببرون. بعد دوست دارم بیام طبیعت. ولی نمیتونم بیام. طبیعت نمیاریم اینجا. خیلی خب شما قسمت بعد رو ببینید. ما یه ذره پذیرایی بکنیم از احمد آقا از گیگی من ببینید. نه آقا نه نه آقا عادت کرد. ما مهمان داریم گیگیلی نتونستیم بریم بیرون. آقای کلاه قرمزی دوست منه. بله خوشحال کلاه قرمزی دوستش اومده. دیدی جیگر؟ آره گیگیلی من مثل که خوشحال نیست که اومده. و خیلی خوشحالم که اومدم. گیگیلی الان خیلی خوشحال. گیگیلی هر وقت میاد اینجا خیلی خوشحال میشه. اینی با این بچه ها تو حیات منتظرم میخواییم بازی کنیم. گیگیلی هم بیاد بریم تو حیات دیگه. ببین پا من میرم شما با گیگیلی بیا. گیگیلی جان بخواد میاد بازی تمام شده ما سوختیم. پا من رفتن زود بیایی. من میارم گیگیلی. خب تعریف بکن ببینم چه خبر. آقای بجری بله خیلی خوشحال شدم اومدم اینجا. چی برات بیارم بخوری؟ آقای بجری به من میوه بده. من میوه یادم رفته. میوه چرا یادت رفته؟ به خاطر که تا بابا را بخره بیاره بشوره با بخوری میشه خشک بار. آها توت خشک بخوری آلبالو خشک بخوری اگه بانه هندونه آبلم بخوردی مواظب هستش باش تو نی نیاد بالا. باشه ببینم سینما گفتی میری؟ آقای بجری سینما خیلی رفتیم با بابام ولی فیلم بار اول بود دیدم. آها خیلی رفتن سینما ولی اولین باری بوده که رفته فیلم دیده. آره بله چرا میرفتی سینما؟ با آخه بلیت بخری تا بریم اون تو و دم اون دره فیلم تموم شده میگن برو سال سه بعد بیا بیایم دوباره بلیت بخریم دوباره میگن فیلم تموم شده سانس بعد بیا. ولی احمد آقا خیلی قشنگ برای برد با قوطی با قوطی با جعبه برددون تو. آره زود دیدی همه فیلم. آره آقای بجری بله. فقط امسال زمستو خیلی یخ کرده. چرا؟ به خاطر که بابانم لباس زمستونیا رو هنوز داره در میاره. گفت برگشتی بیدم بپوشی. آها خیلی خوب خیلی. ولی میترسم تابستون با پالتو گرمم بشه. خیلی کنده. آره خیلی کنده. تو دوستش من خیلی دوستش دارم گیگیلی رو. آره آره گیگیلی دوست خیلی قدیمه. بله کلا قرمزیه. من خیلی دوستم. آره خیلی کنده. آره آقای باجری نکنه اینجوری نکنه. چرا اینجوری میکنه؟ خیلی کنده. یه خوده کم تکون میخوره. دوستش دارم ولی
کم تکون میخوره یه خوده. منم بهش میگم، میگم ورزش بکنه، ولی خب ورزش نمیکنه. آره یه خوده باید تکون بخوره، ورزش بکنه. آقای بازی من خیلی دوست دارم ورزش کنم، ولی نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چرا؟ چون صبحای زود باید برم پارک. خب صبحای زود باید خیلی کنده. آقای مجری وقتی میرسم چراغای پارک روشن شده. آها. داره میگن داره غروب میشه. آها اینجوریه. خب همون تو خونه ورزش بکن. تو خونه نمیتونی ورزش کنی. چرا دیگه تو خونه چرا؟ چون یکی از این اتاق داره میره اون اتاق، من ورزش کنم میخورم بهش. چرا این نمیبینن همو؟ نمیدونم چرا میخوریم. میبینیم ولی تا بیایم ترمز کنیم خوردیم به هم. ترمز کنن؟ خب ببینم، خواهر گفتی ازدواج کرد. آره خوشبخت شده، خوشحال این الان. داماد چجوریه؟ داماد خوبه؟ ما زیاد نمیبینیمش. چرا؟ بیشتر تو کوچه میشینه گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ میگه به خواهرم بریم خونه بابا لامینا. خب دیدن. خب خب میگه خواهرم داره حاضر میشه. دامادی بله خیلی کندی. بله بعضی ها یکم کندم، مثلا میگه آماده بشه. بله بله آقای برجی، مثل مگس از این ور میپره اون ور، تا بیا بگیرمش دویده رفته اون ور حیات. کی؟ داماده بود. آها داماده تو اینقدر سرعتش زیاده. آره جیگر نه. سوالی نداری از گیگیلی بپرسی؟ سوال جالب دار... باشه. چرا دارم، میخواستم احمد آقا ازش بپرسم. چی؟ احمد آقا. احمد آقا بپرسی؟ چرا؟ این موتور داری؟ من موتور دوست دارم. خب بعدش میخواستم یادتی که من موتور سوار شدم. بله من که یادم. بله برم شدیدم. بله بله. حالا احمد آقا چجوریه؟ خوبه؟ مهربونه؟ به بابا لب بگه منو حاضر کنه. خب بعد اون وقت من حاضر میشم، میرم تو قوطی، احمد آقا میپره با... منو با قوطی رو میذاره پشت باشه باشه تا من بیام سلام کنم. رسیدی؟ باشه باشه. من سوال ازت میپرسم. خب این تو خیلی کندی، تک کلمه ای بگو. خب چون من خیلی میخوام زود ببینم چی میشه. خب باش. احمد آقا مهربونه؟ چقدر بد نگاه میکنی. من بد نگاه نکردم. بد نگاه کردی؟ نه بد نگاه نکردم. بد نگاه کردی؟ نه جونتو بد نگاه نکردم. نمیخندی خیلی بدتری. با من حرف نزن. چشم. با من حرف نزن. نمیزنم دیگه. آقا گفتی نزن نمیزنم دیگه. رو تو بکن سمت من، با من حرف نزن. اه. خوب آقا. اه. بعد نگاه میکنی گوش تلخ. آقا نگاه میکنم یعنی چی؟ من میگم نگاه میکنم، میگی چرا بعد نگاه میکنی؟ نگاه نمیکنم، میگی من نگاه کن. چیکار کنیم آقا؟ تو مزخرفی. آقا شوخی میکنی؟ خیلی ناراحتم مزاحم شدی. جدی آقا ببخشید. ما اگه خواهش میکنم. آقا سلام عرض شد. سلام آقا. وقت شما بخیر. احمد خان خیلی خوش آمدید. خوشحالم که در خدمت شما هستم. سال رو مبارک. سال شما مبارک. احمد خان نوشیدنی چی بیارم خدمتتون؟ داغ یا سر؟ مثل اینکه مزاحم دوستان شدیم. نه خواهش می‌کنم. دقیقاً. آقا بفرمایید. ما اگر اجازه بدیم ما مرخصیم. نه نفرمایید، نفرمایید. شما با من صحبت کنید. ایشون رو رها کنید، برش کنید. چش. خب، می‌فرمایید نوشیدنی داغ بیارم یا سر؟ نوشیدنی
گرم اگه باشه ممنون. بسیار سرد بیار. سرد. نه آقا گرم آقا. سرد بیار. آقا من خودم میدونم چی میخوام. گرم آقا گرم بیارین شما. خودش نمیفهمه. گرم میارم. ای بابا. خودش نمیفهمه. گرم میارم. احمد خان گرم میارم. از شما درد نکنه. سرد میارم. سرد میارم. یعنی چی آقا؟ گرم میارم. گرم میارم. سرد بیار. سرد میارم. سرد میارم. سرد بیار. خب احمد خان قهوه بیارم یا چای؟ چای بیارم. چای بسیار هم قهوه بیار. قهوه بیار. قهوه میارم. قهوه میارم. آقا شما به حرف من گوش کن. من چای میخوام. چای میخوام. چای میارم. به حرفش گوش نده. گوش نمیدم. گوش نمیدم. چرا اینجوریه؟ من میگم قهوه نمیخوام. میگه آقا شما چای مگه نخواستین احمد خان؟ شما با من صحبت کنین. چشم. خانم نامحترم. با کی بودی؟ با شما نبود. ببینید ایشون برعکس صحبت میکنه. برعکس چی آقا؟ برعکس یعنی همه چی برعکس میگه. خانم نامحترم یعنی آقای محترم. یعنی اصلا دیبی رو تو بکن به طرف احمد خان و باهاش حرف بزن. نه آقا نمیخواد با من حرف بزنه. ولکن بابا. همون شد رفت. بسیار خوب. فرمودی چای میخورید؟ بله بله. چای استکانی بیارم خدمتتون یا لیوانی؟ لیوانی اگه لطف کنید. استکانی. بسیار خوب. لیوان سرامیکی باشه یا بلور باشه؟ آقا فرق نمی کنه. آقا یه لیوان آب برده بیا برای من. بسیار خوب. چای بیار. چای میارم. آقا آب میخوام آقا. چای بیار. آقا اصلا شما با من صحبت کن. آقا من با شما کاری ندارم که. آقا برای من یه لیوان آب برده. خودش بیشوره نمیفهمه. میدونم. آقا نه احمد خان این منظورشه که شما باشورین و متوجه هستین که چی میخواین. من دارم توهین میکنم به دیگه. من دارم بهتون احترام میذارم. آقا چه احترامی وقتی داره فوش میده؟ چه احترامی؟ دیبی مگه نگفتم به من نگاه نکن؟ هرچی چیز مزخرف نداریم بنداز جلو کوف کنه. آقا این جون مادرم من به خاطر آقای مجری به این چیزی نمیگم. ای مامان یه آب فاضلاب بیار این کوف نکنه. ببین باشه باشه من نگاه کن تو چشم من نگاه کن. ببین به من میگن احمد خوشدست ها. ببین اگه درست صحبت نکنی من دیگه اینجا احمد بددست. این مزاحم شده. مهمونمونه. بله مهمونمونه. بله از وقت حالا هرچی تو دهنشون در اومده ما گفتن که مزاحم ما پاشیم بریم. آقا من معذرت میخوام یه آب خنک یه چای چیزی بیاریم برای باشه. من میخواستم برم آب خنک بیارم. دیبی برعکس حرف میزنه. من هرچی به احمد آقا ببین آقا ببین نه میخواد کوف بکنه دیگه. آقا شما آقا دست شما درد نکنه دیگه. آقا ببخشید باز زحمت شما. نه خواهش میکنم آقا برو دیگه. چرا وایستدی اینجا؟ باشه آقا مجید داشتم سوال میکردم که براشون آب خنک بیارم. چی بیارم براتون؟ شما به من بگید. آقا یه لیوان آب من بخورم برم. آقا آب خنک باشه. بله بله آب خنک باشه آقا. بلرم باشه. نه آقا آب خنک باشه من بخورم برم. آب خنک باشه. آب خنک میخوام. آب گرم. نه آقا آب گرم میارم. آب گرم میاره. آب گرم میاره. آقا آب خونه. آقا شما دیگه آب گرم میاره دیگه برای شما دیگه. نه شما نه آب گرم میارم. میخوام آب سرد. آب گرم میارم برای شما. نه آب سرد. اما خب آب گرم؟ نه آقا آب اصلا نمیخوام آقا. همون چایو برده بیار. بسیار خوب. بسیار خوب. چای پررنگ یا کم رنگ؟ یه چای معمولی بیار. یه چای معمولی یعنی چای باجی پررنگ یا کم رنگ؟ ببین یه چای بزن سخت. آقا من یه چای کم رنگ بخورم زحمت رو کم میکنم. بسیار خوب. همین از اول میگفتین که چای کم رنگ. بله آقا استکانی یا لیوانی؟ آقا لیوانی هم گفت. اول من گفتم که لیوانی که مزاحم نامحترم اینجاست. بفرمایید آقا برای شما چای بیارم. نه این برعکس حرف میزنه. آقا ماجی برای شما چای بیارم. دی بی ایشون یه شخص بی شخصیت. آقا متوجه خیلی انسان نیست اصلا. بله دست شما در آقا ما پاشیم بریم دیگه. آقا ما پاشیم بریم. آقا من با شما نیستم. آقا داریم به من فوش. نه این برعکس هر من شما قسمت بعد رو ببینید. من بتونم برایشون توضیح بدم که چه خبر است اینجا. نه این مشکل ما اینه که این دیبیه این برعکس حرف میزنه. شما یه چیز برعکس بهش بگو. مثلا بگو بدی خوبی. مثلا یه چیز برعکس. برعکس بگم دیگه. آره بدی خیلی بدی خوبه. احمد خان من رو نگاه کن. دیبی چای کوف میکنی یا قهوه؟ کوف بیام کوف کنم. مزاحمونم کوف کنی. همه با هم دور هم کوف کنی. با هم کوف کنی. آقا باجی شما چای میل میفرمایین؟ نفهمید. بیشوره. آقای برزی منو خیلی تکون میده. بیافتم. نه نمیفتی. خب ببین تو الان میتونی بایستید من با احمد آقای دوری بزنم بیام؟ برو یه دور بزن بیا با هم بریم تو حیات. باشه باشه بعد میام با هم میریم توی حیات. خب بس من
برم با احمد آقا صحبت کنم، تو اینجا باش. خب باشه، بیا بریم اصلا. تو هم نه، تو برو الان. ببی نه، بیا بریم. نبیا، نمیتونم بیا. چرا نمیتونی بیا؟ میتونی بیا. نکش نه باشه، بیا خود بیا. باش بکش باشه. بینیم سرعتت همینقدی؟ تو بیکشی قده، نکشی یواش، خودم بیا. الان بودو؟ نه نه بودو بید تو هم، اما نمیرسم. نه بودو، ببین وقتی میخوای بودوی باید اینجوری بودوی. ببین بیدو حال تو بودو؟ با بودو، با احمد آقا رم بودو. را برو، بیا 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 تو بیا، خوشتر من بیا. ببین من میام، تو بیا. دارم بیا. خوب شد ره نفسم رو گرفتم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. میخوام یه چیز بامزه تعریف بکنم براتون. یه ماشینی داشت میومد، یه آبری هم داشت میرفت. اینا به همدیگه رسیدن، بعد آبره وایساد ماشینه بره. تو سرتاسر جهان که شما بری، ماشین میسته که آبر بره، چون آبر مهمتره، انسان مهمتر از ماشینه. آقا سلام علیکم. یه اینجا ماشین مهمتر از شوری. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ قربونت برم. بله چه قشنگ سرت میاره پویی. قربونت برم. چه خبری؟ قربونت خدمت شما باشه. چی هست؟ من باز شما شد بعد خدمتتون عرض کنه با قشنگ هست؟ بله بله. چی هست تو زرم اینجا؟ سلامت باشی. شوری آقا بعد نیستم. سردمون خست. آره زندگی کام میده یا نمیده؟ میدونم. آره دیگه. شما چی؟ خوشحالین؟ نه اصلا راضی نیستی. ماشین رو پارک کردم، گفتم بیام اینجا یه دو دقیقه با هم اینجا خلوت بکنیم، دو کلمه صحبت بکنیم. ماشین مگه شما گرفتین؟ من نمیخواستم اجوری پوزم بدم، ولی گرفتم. یه ماشینیم استدم، پارکشم کردم، گفتم بیام اینجا یه دو کلم صحبت بکنیم. بد کار کردم؟ نه خیلی هم کار خوبیه. خیلی هم خوشحال میشم که شما ماشین گرفتین. سلامت باشی بعدشم. حال بعدا میدم شما یه دور باش بزنی. اصلا من با ماشین یه رابطه خاصی دارم. بله. یعنی ماشین آلات اصلا تو وجود من هست. بله بله. همچنان که ژان ژاک روسو هم در رابطه میفرمان که اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند. نه اینو روی آینه ها مینویسن. همون به نقل قول از ژان ژاک روسو هست. نه حالا میخوان حکمت ژان ژاک روسو همه جلو چی شما باشه. خب حالا این ماشینه جلو... چی هست؟ ماشین خوبی هم هست. خوب در اومده؟ ها خوب. یه مشکل ما با پلاکش پیدا کردیم. چرا؟ نمیدونم. این پلاکش خب میدونید که یه طرحی هست. بله. برای مقابله با ترافیک. بله. به اسم زوج و فرد. بله آلودگی هوا. مثلا آخر پلاک شما مثلا زوج باشه یه روزا میتونه بیاین، فرد باشه یه روزای دیگه. بله بله دقیقاً. شماره آخر پلاک مونده زوج نه فرد. یعنی چی؟ نمیدونم. یعنی چی؟ این عدد ما افتاده تازه میگو کشف شده. ها این نه زوج هست نه فرد. خب وقت میریم تو جریمه میشه. شنبه صبح میایم جریمه میشیم، جمعه بعد ظهر میایم جریمه میشیم، یک شنبه ظهر به بعد میایم جریمه میشیم، پنج شنبه غروب میایم جریمه میشیم. بدبخت نمیدونم. نمیدونم چه جور آی همسد است. 2,850,000 تومان خلافی برام اومده تو هم سه هفته. شوری بعد نیستم. آره پس آخو این دوربینا شما گاهی باش برخورد که این دوربینا ترافیکی ها؟ بله بله میذارن همین زوج و فرد چیزای این شنالی. آخه اینا رو کجا کار میذارن؟ بله من سوال شده. میذارن بالا دیگه. نه بالای کجا؟ یه تیرایی هستش که به اونجا وصل. تیرا کجا هست؟ کجا نصب شده؟ سر همون جایی که طرح شروع میشه. نه میدونم اینا تو خیابون هست. بله دیگه تو. ما چی بدبختی پس چه دامنگیر ما شده؟ یعنی چی شده؟ ما اول سوار ماشین شدیم. بله. یه عکس اینا ما گرفتن تو اتوبان. خود بله. خود درست هست. اتوبان ما لابو تون رفتیم گرفتن. یکی دیگه رفتیم تو معابد شریانی فرعی.
بله. خود قلاوز از سرعت مطمئنه متجاوز که عکس گرفتن. عکس بعدی که در اومد تو حال خونمون بود. گفتم نمیدونم چی یا چی کار که عکس گرفتیم. سومی تو حموم. تو حموم اومد 157000 تومان با جریمه شدیم. ما بدبختی از اون روز موقعی حموم داریم کنکاش میکنیم دوربینو کجان تو لیفه تو کیستن تو سنگ پان تو شامپو هست مونم تو کجا عکس رو گرفتم خیلی از زاویه قشنگ گرفتم خوب افتاده بودیم جریمم شدی جریمم شدی میپردازم جریمه رو میپردازیم خوبش اینه بعضی جریمه رو نمیپردازن هی سختر میشه آقا براشون مسئله مهمی در رابطه با ماشین وجود داره بله. که خواهش بکنم همه توجه بکنه همه توجه بکنه بیمه 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 ناموسن قبول داری بیمه خیلی مهم هست بله اصلا هر ماشینی و هر سرنشینی باید بیمه شده باشه هر ماشین باید بیمه که اگه خدایی نکرد یه وقت حوادث پیش اومد این بیمه واسه جلوگیری بکنه. بتونه جبران بکنه. بله. آخ خدایا که دارم دور از جون شما ما دیروز صبح یه تصادفی داشتیم. خب. اتفاقا منجر به جرحم شد. یعنی صدمه دیده. ما این رو زدیم. دیدیم این داره به ماشین ما نزدیک میشه. تو این رو اسلو موشن نگاه ما افتاد رو بیمه نامه ما. بیمه نامه ما تموم شد خوردیم به یارو. شانس الان به چی میخندیم؟ به این رانندگی بعد؟ نه یاد یه خاطره افتادم آقا یاد یه خاطره چه خاطره؟ ماشین آقا سرشور از خاطرات زیبا هست بله چون به هر حال یه وسیله هست آدم باش میره سفر مثلا خونوادش سوار میکنی بله. خاطرات قشنگی رقم میزنی بله بله ممکنی دختری رو پسندیدیم بله رفتیم خواستگاریش بله رو گرفتیم بله نومزد کردیم بله و ماشین رفتیم در خونه شون وایسادیم زنگ زدیم بله اومدم در بله دوار ماشین ما شد استارت زدیم ماشین روشن شد شد را افتادیم آخ نم نم باران باریدن گرفت روشته این ماشین روی ما چک قشنگ بوده بله خیلی قشنگ یه پیانوی گذاشتیم تو زد ماشین رو به 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 دینگ دینگ دی دینگ 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 دی دینگ 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 دی دینگ یه پیانو میزد برای خود بله ما تو چشوی هم نگاه عشق رد تو بدن حس کردم احتیاط لازم هست دسته برف با کن و چلق دادم بالو برف با کن از این ور و او ور رو پیانو یه رقص قشنگی میکی چکلنگ ای ور 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 چکلنگ او بر چشما رفت محو برف با کن شد ماب 3 درجه آستیگمات دقیقه 15 تهوع گرفتیم رو عروس بالو بردیم سر چهار را زد تو گوش ما مزدیم رو ترمز بیاده شد با لغت زد چیزی باشی رو خورد که رفت ازدواج نه نه ازدواج نه کرده بودن که زندگی بود به گند کشید شد ببینم حالا این کسی که انتخاب کرده بودیم واقعا خوب بود یعنی راضی بود این راضی بودم به درد زندگی تو میخوره خیلی به درد میخوره همه چیز عالی بود خیلی خوب بود یه خورده فقط مثلا بد دهن بود که من میپسندیدم یعنی مثلا ما دروازه داری میگو گوساله باز اومد دنبال و گفت خور بود برای سلامت باشی بعد ها جواب مثلا ما داشتیم رانندگیم که گوسته این گواف رانندگی بکنی یه خورده بد در بود خب بالا یه میشه مثلا بعدها آدم زندگی یواش یواش خب زن شوهر رو هم تاثیر دارن مشکل دیگه ای که نداشت نه مشکل مثلا بگی اجور مشکل نه یه خورده مثلا دستپختشی خوب نبود دستپختش خوب نبود نه یه قرص سبزی درست کرد ما خوردیم یک بار رفت تو کما دستپختشون خوب نه خوب نبود نه نه ها لوبیا چیتیاش نپخته بود روی تنفس ما رو بند آورد ما کبود شدیم رفتیم تو کما
خب بعضی ها دستپخت ندارد از اون دوره کما یادم میاد من به نظرم میاد یادی نداره دستپخت خب بعضی ها نه تاثیرگذار نیست آره. نه ولی خب بقیه چیزها نه مثلا بگی مثلا اجوری اشکال نه یه خورده بد لباس هست بد لباس خب بد لباس میپوشه مثلا چه جوری یعنی هیچی مطول هر بار با هم اومدیم بیرون گرفتن اونو آها خب اینم بالاخره نه مثلا من خیلی خودم تک ما رو میگیرن من سوار میکنم من بازداشتگاهشون میره خونه خب حالا اینم یه ولی مثلا بگی عیب و ایرادی باشه نه اجوری نیست آها کلن خوبه همین که به هر حال با هم نگاه میکنید و با هم دیگه خوب هستین خوبه خب نه با هم خوب نیستیم با هم نگاه نمیکنیم اصلا یعنی چی اصلا نگاه نمیکنیم یعنی من که میام این نگاهشو میدازه تو لوستر تو سقف بلانس بچو بلانس بچو چه ها دستشویی نگاه میکنه به ما نگاه نمیکنه سوار من تو گوشو گوه من چه ها خلا رو از چه شهر دوست دارم خب به هر حال حتما یه حسنی داشته که شما علاق من نه نه هیچ حسنی نداشته هیچ حسنی نه ولی به دل من ننشسته نشسته به دل ما ها خب دیگه میگه علف باید به دهن بوزی خوش بیاد نه به دهن بوزی هم خوش نبیاد خب پس چه؟ نمیدونم به دهن ما خوش نمیاد نه شما قسمت بعد رو ببینید در خدمتون هستیم آقا قربون من برم سراغ این ماشینو چون من برم ترمینال بلیت بگیرم برم برای چی ترمینال بریم بلیت بگیریم چون جا پارک نبود ما سلفچگان پارک کردیم سلفچگان؟ خب اینجا پا اینجا که خیلی راهه من اومدم در خونه شما جا پارک رفتیم دور بزنم گفتم جای جا پارک پیدا میکنم تو سلفچگان ما جا پارک پیدا نکردیم گفتم فقط میخوام برسم برم ترمینال الان ماشینو قوم هست ماشینو مثلا محلات اینا سوار بشم سلفچگان پیاده شم برم سر ماشینو خب بله یه ذره تعداد ماشینا داره خب میبینیم یه خورده دور با بکنیم تو سلفچگان آها اونجا برید دو تا اونم برات بخرم تو را بیا نه من که با شما نمیام که چرا آخه تو خیلی راه اونجا اون فوقش خراب شد هول میدیم هل میدیم تا اینجا به قضیه هل دادن برای تو نگفته بودم مگه چیزی شده بوده آقا ماشین منشأ خیر هست شما مثلا یه اتفاق میتونی تو هل بدی به مردم کمک بکنی یه اتفاق برای خود من افتاد من راضی هستم چقدر خوبه آه خیلی خوبه بچه ما داشتیم میرفتیم زیر پل پارکوی بله این ماشین خراب شده بنده خدایم مشکل برخورده بود بله پیش میاد کمک من گفتم تو بشین بریز دنده یک من هول میدم گوش دنده یک بله. ما هول دادیم رفتیم اتوبون همت شمول رفتیم از تو خروجی انداختیم تو عوارضی رفتیم رد کردیم تلف چه قدرت کردیم رسیدیم اصفهان رد کردیم رفتیم دور مرودش روشن شد مرودش چل تو داره تو شیراز این دست تکون داد خیلی از ما تشکر کرد ما آب بدنمون از دست داده بودیم شده بودیم 2,750 کیلو ولی کار خیر کردم خیلی کار خیر کردم کار خیر انجام دادم در خدمتتون هستیم کاری نداری؟ نه جدی اونجا پارک کردی؟ طرف چه کن؟ یعنی معمولا میری اونجا پارک میکنی؟ نه پس فقط این بار؟ نه بارو قبلی سمنان پارک کردم خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم موقع استراحت و خوابه بله مهمان داریم گیگیلین جا مهمان ماست احمد آقا مهمان ما خوش آمدی احمد آقا احمد آقا اجازه بده من یه رخت خواب بنازم اینجا بخوابه ما که با شما تعارف نداریم که من فقط منتظرم این بچه بخوابه من اینو وردارم ببرم تحویل پدر مادر احمد آقا جانم اجازه بده من یه پیجامه برای شما بیارم راحت فکر می‌کنم معذبی آقا مگه من با شما تعارف دارم احمد جان احمد احمد جانم جان تومون داریم یدک بدیم تومون احمد آقا راحت باش احمد آقا جونم چطوری؟ قربونت برم تو خوبی؟ خیلی ممنون عزیزم خب بامزن این آقا خب گیگیلی شما میخوای چیکار بکنی برای ما؟ گیگیلی گفته که میخواد برای ما قصه تعریف بکنه همه خوشحالین؟ آقا چی آقا بچه از دلش میخواد قصه تعریف کنه یه قصه قشنگ میخواد بگم خیلی ممنون
خیلی خوب. بگو قشنگ که زودتر همه بخوابن. زندگی یه پیر زنیه که دخترش شوهر کرده. قرقر زن رو میگی. هزار بدبختی رفته سر کوب. جدی؟ آقای مجید قبل از اینکه قصهشو بگه من الان بگم اگر که من بیداریم کفاف نداد منو فردا 8:30 تا 10 بیدار کنی شما. باش. شب بخیر. اینی اگه کفاف نداد منو 7 تا 11:30 بیدار کنی. آها. آقای مجری. بله. منم در حین قصه‌گویی گیگیلی اگر جانم کفاف نداد همین جای پتو رو بنداز روم. باش باش. خیلی باش. ممنون. آقای مجری. بله. آقای مجری من اگر کباب داد میخورم. خیلی خوب. خیلی. همه بخوابین یکی بخوابین بچه ها بخوابین ببخشید لطفت برم یکی رو پرده به 8 بیدار کنی. چش 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 این گیگیلی الان قصه رو میگه میخواب اینو چی کارش کنی آقا اینو دیوی دیوی عاشق شما شده متنفرم ازش متنفر شما شده مزاحمه میشه میشه گمشی بری بیرون نه عزیزم ببخشید خیلی بیشوری آزه داره یاد میگیره چجوری با دیوی که برعکس حرف میزنه حرف بزنه او دیوی اون وقت دلش برای دخترش تنگ شد پیره زنه بعد بلند شد لباسشو پوشید رو سری سرش کرد جوراب پوشید کفش پوشید بعد کفشش رو صفر بست بی خودش رو 2 سال این از در اومد بیرون در رو گفت یکم تونتر بگو گیلی خیلی داری یواش تعریف میکنی رفت دیگه رفت آخه حواس پیرزاره پرت میشه کلید خورش رو گم بکنه این بابا گوشه روسریش کلیدش رو گره زد که گوبل نشه خب رفت به طرف کو خب رفتش اینم 5 سال دیگه پیرزن رفت طرف کو رسید اون بالا به خانوادهش نه خیلی دور بود خیلی دور بود خب پس 10 سالی میشه میخواست تند بره ولی نمیتونست تون بره نه 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 میتونه 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 فکرشو بکن میتونه میتونه من مطمئنم میتونه بعد رفت و رفت خسته شد دیگه یه خورده نشست روی نه نشستن نداریم میره از کو بالا دیگه آخه خیلی خسته میشه آقای مرچی هنو کاری نکرده که خسته بشه هنو کاری نکرده که خسته بشه تازه راه میره تون میره آره نه پیره زره پاش درد میکنه نمیتونه تون بره نه درد نمیتونه میتونه بله من کار آقا من کار مشتله میخوابه این فکش خودش درد میگیره میخوابه خسته میشه احمد آقا بله شب بخیر شب همگی بخیر خب تون بگو بیره تموم شد آقا کی بود؟ آجیر خطر بود یا دزدگیر بود؟ بگو قشنگ زود بگو باب بیگم بیخوای پیر زنه استراحت نه نه برو با پیر زنه رو ببر بالا من دیدم بگه نمیخوام استراحت کنم میخوام زودی برم بالا برسم به دخترم آخه تازه خستگیش که اگر در بره اگر نه در بره بالا گوب. یه گرگه بیاد جلو آره گرگه میاد گرگه. بگو گرگه اومد الان گرگه اومدی اومد بهش بیگه ای خاله پیرزن بعد بیخواب تو رو بخورم جونمونو به پامون رسوند ای بعد بخور پیرزنه فکر میکنه بیگه تو منو
نخو. آره میگه تو من نخو، بذار من برم اون بالا چاق بشم چله بشم، وقتی برمیگرد تو منو بخور. نه آخه چی بخوره؟ آره خوش بشه، جون بخوره، قیمه بخوره، بلو بخوره، همه چی میخوره که چاق بشه چله بشه، برگرد اون بخوره. این فکر گرگه رو دیر و رفت. آها من یه پیشنهاد دارم. میگم چطور احمد آقا بره دنبال پیرزن سری برسونده بگی دختری. آره این فکر خوبی ها. میخوای احمد آقا قصه بگه بعد شما بخوابی، یعنی بچه ها همه بخوابن. آره این قسمتش اینجا تابو بیشه. خیلی خوبه. احمد آقا شما برای مثلا بچه هات بچه داری؟ بله دوتا دارم آقا. برای بچه هاتون قصه میگین؟ قصه بلد نیستم آقا شرمنده. قصه بلد نیستی؟ نه. وا چه جوری مثلا بگو بلد نیست میگن بلد نیستم قصه بلد نیست. احمد احمد بله قصه بگو. احمد قصه بگو عزیزم. شما بچه‌هات میخوان بخوابن چی براشون میگین؟ چه حرفی میزنید؟ چیکار میکنید بخوابن؟ رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک، رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک، گفتم مارمولک آخ نخور بلبلک، گفتم مارمولک آخ نخور بلبلک، رفتم به برچه آخ دیدم قورباغه، رفتم به برچه آخ دیدم قورباغه، گفتم قورباغه دماغ چاقه، گفتم قورباغه دماغ چاقه، رفتم به دریا آخ دیدم لاک پشت، رفتم به دریا آخ دیدم لاک پشت، گفتم لاکیچ نکن به ما پشت، گفتم لاکیچ نکن به ما پشت. وقت شما اینو میخونید برای بچه هاتون میخوابن؟ رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک، رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک، گفتم مارمولک گفتم مارمولک نخور بلبلک، رفتم به برکه آخ دیدم قورباغه، رفتم به برکه آخ دیدم قورباغه، گفتم قورباغه آخ دماغ چاقه، گفتم قورباغه دماغ چاقه. بعد چجوری بچه ها تو بیدار میکنی اینجوری میخوابونی؟ بچه ها رو باید خیلی لد آقا با صدای بلند نباید بچه ها رو بیدار کرد. آفرین عزیزم. آره مثلا بیدار کن سراغشون. مثلا چجوری بیدار میکنی؟ آروم دست میکشی رو سرشون میگی عزیزم قربونت برم پاشو صبح شده. این نگیم این برعکسش رو بگیم یالا ناراحت شد. بگم ما برعکسش رو بگیم. به من میگه عزیزم بیمزه بیری قربونت نرم قربونم بری بلند نشو. بچه ها بگیریم گیگیری داره میخوابه داره رفت گیگیلی رفت به صحرا داره میخونه دیدم وار بولش رفتم به صحرا تو دیدم بابا تو رفتم به صحرا بابا بیرم وار بولش بابا بیرم وار بولش بابا بیرم وار بولش تو میخونی چی شده آقا یه گیگیلی بخواب الان دوباره عمو میخونه شما بخواب آقا من میخونم من میخونم رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک رفتم به صحرا آخ دیدم مارمولک گفتم مارمولک نخور بلبلک گفتم مارمولک نخور بلبلک رفتم به برکه آخ دیدم قورباغه رفتم به برکه آخ دیدم قورباغه گفتم قورباغه دماغه مادرتون هیچی نگی خوابیده با اجازت بابا ول کن بابا آقا بگیم ول کن کم شما رو بیرون دست سرش بردار این حالا نمیذاره شما آقا دیبی ول نکن ازش بدم میاد بابا دیبی احمد آقا نباید بره احمد آقا دوتا بچه نداره بچه ها دلشون براش تنگ نشده وقت تو دلت میخواد؟ دلت نمیخواد ناراحت بشن؟ دلم میخواد ناراحت بشی پس رنگش کن پس ول نکن منو خب یه بار دیگه برامون نخون دهنتو ببند برامون نخون میگه برامون بخون چی گیری کرد؟ بخون براش دستو ول کن یه بار دیگه بخون میخونم رفتم به صحرا دیدم مارمولک بلند بخون آخ دیدم مارمولک گفتم مارمولک مارمولک گفتم مارمولک نخور بلبلک رفتم به برکه آخ دیدم قورباغه رفتم
من به برکه آخ دیدم قلاغه بلندتر قلاغه قلاغه چاقه افتم قلاغه قلاغه چاقه تموم شده با همه تو خدا بسیم رفتم به دلگه آخ دیدم قلاغه.